فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه به سه پلیسی که در جریان حوادث مرگبار حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو و فروشگاه کلیمیان در پاریس کشته شدند، نشانه افتخار لژیون دونر داد و گفت که کشته شدگان زندگی خود را برای اینکه ما بتوانیم آزادانه زندگی کنیم فدا کردند. ژان ایو لودریان وزیر دفاع این کشور نیز گفت که کشورش تا نابودی کامل پیکارجویان داعش عملیات نظامیش در چارچوب ائتلاف علیه این گروه افراطی در عراق و سوریه و عملیات جستجوی و بازداشت افراد این گروه داخل فرانسه را ادامه خواهد داد. به همچنین گفت که بیش از 10,000 پلیس برای حفاظت از آنچه وی نقاط حساس دانسته اعزام شدند. این مکانها شامل مساجد، کنیسه ها و مدارس کلیمی هستند. هفته گذشته دو برادر به نامهای شریف و سعید کواچی در حمله به دفتر نشریه طنز شارلی ابدو که تاکنون کاریکاتورهایی از پیامبر مسلمانان محمد به چاپ رسانده بود، 12 نفر از جمله تعدادی روزنامه‌نگار این نشریه را کشتند. ناشرین مجله اعلام کردند که طرح روی جلد نسخه آینده که قرار است روز چهارشنبه بازار عرضه شود، کارتونی از پیامبر مسلمانان محمد خواهد بود که در حالی که اش در چش دارد، پلاکارد من شارلی هستم را در دست دارد. جرارد برد سردبیر این مجله قول داده که تا روز چهارشنبه نسخه ویژه این نشریه فکاهی منتشر شود. ما در حد امکان کارها را پیش بردیم، اما ممکنه کمی هم عقب باشیم. درسته تو دفتر نشریه دیگری کار میکنیم، ولی خب کمی هم بی‌نظمی است. خیلی مونده تا سر و سامون بگیریم. مشکلات همیشگی انتشار که به جای خود، این دفعه مشکلات دیگری هم اضافه شده. بله، ما آماده ایم، یعنی تا امشب آماده میشه. اما اگه دو روز بیشتر داشتیم نسخه بهتری منتشر می‌کردیم. قرار است به جای 60,000 نسخه تیراژ معمولی این نشریه، 3 میلیون نسخه منتشر شود. تلاش پلیس فرانسه برای یافتن کسانی که به شکلی با این حمله ها در ارتباط بودند، همچنان ادامه دارد. از جمله تلاش برای یافتن دوست دختر فراری کولیبالی، متهم گروگانگیری در یکی از فروشگاه‌های کلیمیان در پاریس به نام حیات بومدیان که بنا به گزارشات متعدد در جریان گروگانگیری نبوده و پس از خروج از استانبول به سوریه گریخته است ادامه دارد. در همین زمینه مقامات بلغارستان اعلام کردند که شخصی به نام فریتس جولیواخین 29 ساله که متهم به آشنایی و ارتباط با یکی از دو برادر کواچی بوده است را به فرانسه مسترد می‌کنند. فرهاد فولادی، صدای آمریکا.